در روزهای اخیر خبر آزادسازی قیمت آرد حواشی زیادی ایجاد کرد. خبرهای زد و نقیض به آن دامن زد و همچنان سازوکار دقیق افزایش قیمت نان و یارانه مربوط به آن مشخص نیست. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که هنوز تغییری در قیمت نان سنتی ایجاد نشده است. البته برخی نانوایان می‌گویند که در روزهای اخیر آرد را با قیمت جدید خریداری کردند، اما اتحادیه فعلا مجوز افزایش قیمت به آنها نداده است. باید اتحادیه نرخ بده تا ما قیمت نون رو افزایش بدیم. فعلا افزایش نرخ نون نداشتیم. تو تهران من با موتور خیلی جا میرم، نونم زیاد میگم، ادمو زیاده. دو تومن سنگک تاله ندیدم هیچ نون وایی بپوشه بغیر از اینجا. با چه قیمتی شما دیدین؟ از 3 تومن هست تا 10 تومن. در رابطه با تغییر قیمت آرد میخواستم ازتون بپرسم، الان قیمتی آردی که شما میخرید چقدر شده؟ کیلویی چند؟ ندادن، قیمت همون قبلیه. پس یعنی الان شما دارید با قیمت قبلی آرد می‌خرید و با همون قیمت هم نون سنگک می‌فروشید؟ آره. الان نون سنگک چند؟ نون سنگک دیگه همون قیمت چیش دیگه، 3 تومانیه دیگه. ساده هاش ساده هاش. پس هیچ افزایش قیمتی فعلا توی آرد نه؟ نه. اتحادیه هم هیچی به شما ابلاغ نکرد؟ نه هیچ ابلاغ نکرد. ببین آردو من امشب تو سامانه باز بوده، 50 تا آردو می‌خریدم کیلوی 1750 تومن. 50 تا بذار من دقیقا بهتون بگم، 50 تا این 70 تومن تقسیم بر 40 میشه 1750 تومن. یعنی 50 تا آرد رو بنده 3 میلیون و 500 واریز میکردم. ساعت 10 شب اومدن سامانه رو بستن، یعنی شما حق به سامانه نداری، قطعه، درسته؟ 150 تا سهمیه منم مونده، درسته؟ تا اینجا بعد از بچه های تو اتحادیه به ما محبت دارن زنگ زدیم، گفت آقای حسین اینجوری نیست، الان سامان قطعه ولی افزایش قیمت داریم، ما هم خبر نداریم. الان نون دونه 2 تومنه ساده. ما که خودمون نمیتونیم تغییر بدیم، باید اتحادیه نرخ بده تا ما تغییر بدیم، ولی هنوز نرخ نداده. ما آردمون آزاده، هنوز که به ما چیزی اعلام نکردم، ما هنوز همون آرد آزاد داریم میخریم. شایعاتی هم شده است ولی هنوز ما دستوری نگرفتیم از جایی، از اتحادیه یا از جایی که مثلا آردمون رو چجوری بخریم و اینا. فعلا در همون قبال داریم انجام میدیم، قیمت قبلیمون داریم میدیم. اگر آرد گرون بشه که ما مجبوریم قیمت رو ببریم بالا، اگر هم آرد تغییر نکند که همون قیمت قبلی رو ما انجام میدیم. در حال همین فعلی هم ما دخل خرجمون هم نمیخوند. بخش زیادی از بحث‌های مربوط به افزایش قیمت آرد و به تبع آن نان به پخت و فروش نان‌های حجیم و فانتزی ارتباط دارد. نگاه کن، قبلا آرد این قیمت می‌خریدم، الان چقدر می‌خرم؟ درصدش هم الان 21% من می‌خرم، اونایی که توی لواشی و بربری و سنگکم 18%. قبلا می‌خریدم 70 تومن کیسه ای رو تقسیم بر 40 می‌افته 1750 تومن کیلو. قبل می‌زنیم الان 633 تقسیم برای 40 15825 منهای 1750 14075 شما گرونتر. این چند وقت اخیره؟ چند وقت نه، 2 روز. خب 100% اگه قیمت رو برم بالا، خب قیمت نرخ نون هم باید تغییر بکنه دیگه، چون اگر نمیشه آرد به اون قیمت بالا بخری و نون هم به همون قیمت پایین بری، 100% قیمت نون هم تغییر میکنه. بله 40 کیلو رو می‌خرم 633 تومان. 40 کیلو رو چند برابر شده؟ 10 برابر افزایش دادم. بعد اتحادیه بنده خدا رفته اونجا رایزنی کرده، اینور اومد تازه بهش قیمت دادن چقدر؟ از 3500. اینجا رو بگیر قربان، اینجا رو دوربین بگیر ببین قیمتی که قبلا هم داشتم، این اتحادیه من قبلا داشتم چقدر بوده؟ همینجا رو بگیر نگاه کن، نان باگت چقدر؟ 3500، درسته؟ اونجا چقدر داده؟ 7500. ببین 10 برابر قیمت آرد من رفته بالا، بعدا 2 برابر بنده خدا میتونه، اونم نمیتونه، اونم تقصیر نداره چون از جای دیگه دستور گرفته. اون خودش اگه بخواد خودش هم میدونه، خود رئیس اتحادیه ما فانتزی داره، میدونه باید قیمت نون چقدر باید تموم میشه. من کارگر، من باید در بیارم به کارگر بدم. من الان همین امروز به کارگر دوتا گفتم نه دیگه نمیخوام. چرا؟ وقتی که نون قیمتش میره بالا، ناخودآگاه فروش من میاد پایین.
این ساندویچی وقتی بهش میگم اینقدر، من اگر این نونو با این قیمت، من باید نون که 3500 میدادم به ساندویچی ما یه خورده ارزون تر میدیم، 10% پایین تر میدیم، میدم مثلا 2500، باید اینو 25 تومن بدم، نه 20 تومن بدم، نه 18 تومن بدم تا برای من بصرفه با این قیمت ها. اغذیه فروشی ها نیز از گزند این افزایش قیمت آرد بی نصیب نماندند. قیمت ساندویچ بیشتر شده دیگه، الان مثلا فلافل که من 15 تومن میگرفتم شده 20 تومن، رو هر ساندویچ 5 تومن افزایش بده کرده قیمتش. یک کیلو من نونم بیرون نمیریزم، یک کیلو نون خوش من اینجا ندارم. بعضی عزیزا میگن آقا نون خوش، بله اون سنتی ها رو بله میفهمم، ولی فانتزی ها به ندرت نون خوش میرزن همکارای ما، چون همه رو ما آرد و سوخاری میکنیم، آرد و سوخاری هم دوباره بندیم به کنتاکی ها، یعنی دو آتشه میکنیم، بهداشتی میکنیم، میفرستیم. یعنی آرد و سوخاری که من الان بیارم اینجا با قاشق برای خودم اول تست میکنم بعد میدم. منظورم اینه که ضایعات نان هم نداریم. اول فشار آوردیم به ما، اول فشار بیاریم به اونا. اونی که مرغ داره، من دیدم، من از همسایم مرغ داره، میاد نون تازه میخره میبره واسه مرغ میریزه. چرا نونش ارزونه؟ بس برای اونو گرون کنی، نه منو گرون کنی. منم گرون کردی اینقدر؟ من که کلا میگم گرون نکنی هیچی رو، من میگم هیچی نباید تکون بخوره. آقا من حقوق من اضاف نکن، قربونت نوکرتم، حقوق من اضاف نکن، بذار همونی که هست بمونه. چرا حقوق من 57% اضاف میکنی؟ تو نمیذاری من جلو بیافتم که همیشه میذاری من عقب بیافتم، بعدا 10 برابر قیمت آرد میبری بالا. خبر گران شدن قیمت آرد و نان همچنان محور بسیاری از اظهار نظرهای مسئولان است و همچنین دلنگرانی های بسیاری را برای مردم و کسب و کارهای مرتبط با آن ایجاد کرده است، در حالی که مسئولان بر گران نشدن نان سنتی تاکید دارند و برخی دیگر از اختصاص یارانه نان به مردم سخن میگویند. رئیس اتحادیه نانوایان سنتی میگوید تنها 10% قیمت نان را آرد تشکیل میدهد و 90% هزینه های تولید نان مربوط به دستمزد، مالیات، بیمه، آب، برق، گاز و خمیرمایه است. بنابراین چه آرد گران شود چه نشود، با توجه به افزایش هزینه های تولید، قیمت نان باید افزایش پیدا کند تا نانوایان بتوانند هزینه های خود را تأمین کنند.